روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی میگوید که زنان مسلمان پس از رأیگیری سوئیس برای ممنوعیت استفاده از نقاب در اماکن عمومی احساس ترس می کنند. فعالان زن هشدار دادند که این ممنوعیت منجر به افزایش حملات به زنان محجبه مسلمان خواهد شد. سویسی ها با کمی اختلاف به ممنوعیت استفاده از نقاب در اماکن عمومی رأی داده بودند. رأی ممنوعیت نقاب با 51 درصد آرا در مقابل 49 درصد تصویب شد و این همه پرسی در هفتم مارس برگزار شد نمایندگان پارلمان می توانند آن را در طول دو سال به قانون تبدیل کنند رفعت دیزن زن مسلمان محجبه مقیم سوئیس با اشاره به رأیگیری سال 2009 میلادی برای ممنوعیت ساخت گل لسته برای مساجد میگوید، هنگامی که به مسجد می رود از حماقت این رأیگیری مانند ممنوعیت ساخت گلدسته مساجد احساس انزجار می کند او می گوید همه پرسی ممنوعیت نقاب نیز مشابه ممنوعیت ساخت گلدسته است به همین دلیل می ترسد که این همه پرسی نشان این مسئله باشد که بیشتر مردم سوئیس علیه اسلام یا مسلمانان یا هر دو هستند ممنوعیت پوشیدن نقاب محدود به مکانهای عمومی است اما پوشیدن آن در نمازخانه ممنوع نیست این در حالی است که در این زمان این ممنوعیت پوشش صورت را که برای ایمنی و سلامتی است شامل نمی شود یعنی زدن ماسک به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مسئله عادی است